ولی عشقم به روز وسوقی بود، یعنی دوست داشتم وقتی فیلماشون چی شد اسمشو برد اسم اینا ممنون ممنون اسم آقای وسوقی خیلی دوست داشتم، یعنی هنوزم به نظر من جز به کسایی که وقتی نگاه میکنم کیف میکنم. دو تا از اون نقشایی که همیشه حسرتشو داشتی تو این سالهایی که بازی کردی؟ من همیشه یه نقشی بوده که خیلی دوست داشتم بازی کنم ولی جسارت نمیتونم بکنم، آقای پرستویی، من به احترام شما بلند شم آقای پرستویی، ولی من واقعا دوست داشتم مارمولک رو بازی میکردم واقعا. نه که حالا مثل آقای پرستویی که قطعا نمیتونم، ولی اون نقش چالش برانگیزی بود که دوست داشتم نقش بازی کنم. یه چیز تو اون چیزی که این خیلی سر دلم مونده که باید بگم. او چقدر سر دلت حرف زنی. خیلی 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 حرفا تلمبار میشه بعضی وقتا. ای کاش بتونم 60 ثانیه بگم که عقب جلوشو نزنم. ای کاش مسئولین ما، چه اونایی که میخوان بعدها کاندید بشن، چه الان اونایی که رأس نظام هستن و چه اونایی که قرار بعدها بیان و میدونن که قرار بیان، ای کاش بیان یک کاری کنن با هم دیگه که مثلا بگن آقا 10 شب با زن و بچه بریم کرمانشاه، بریم تو چادر زندگی کنیم ببینیم اونا چی میکشن، 10 شب بریم خوزستان ببینیم آقا این گرد و غبار چه میکنه، 10 شب زن و بچه تو ببر ببینم وجودشو داری بری اونجا زندگی کنی، با پراید و سمند خودمون برو این برا اون بر، اید نرو شمال، برو زابل، برو سیستان و بلوچستان ببینم میتونی بری اونجا زندگی کنی، مسکن مهری که درست میکنی، مثل پل ورسکی که مهندس ساختش گفتش که رضا شاه گفت از زیر پل بالات چی اول خود وایسی اونجا ماشین رد شد سقوط نکنه، برو تو مسکن مهر با زن و بچه 10 سال بمون اونجا ببینم میتونی زندگی کنی. ای کاش این اتفاق میافتاد. درست که یعنی میدونی یعنی که آقا اینجوری میشیم نزدیک بشیم به مردم، نمیتونیم بشیم فقط توییت کنیم بگیم که ای وای ستاد بحران، دیدی همش ستاد بحران میگه ما چیف شدیم غافلگیر شدیم ای پس بابا کارو تو چی شد؟ من همیشه درد غافلگیر نمیشی، برو کرمانشاه بس، در حرفم بلند شدم میخوام تنسم بدم، من همیشه میگم که